یک سخنگوی خانواده عقاید لا میگوید که از شیوه پرخاشگرانه مسئولین امور امنیتی ناراضی اند. هنگام صبح و حین ازدحام ترافیک در استادگاه بس و میدان تایمز نیویورک، مرد 27 ساله به نام عقاید الله طبعی بنگلادش میکشد تا بم دستساز خانگیش را انفجار دهد، ولی قادر به انفجار کامل آن نمی شود. عقاید الله در انفجار این بم خود و 3 نفر را مجروح کرد و این بم را در یک تونل که ترمینال پاسپورت اتوریتی را با استادگاه مترو تایمز اسکوئر وصل می کرد انفجار داد. عقاید الله به ایالات متحده تحت برنامه به نام مهاجرت زنجیره‌ای برای پیوستن با خانواده‌اش آمد، برنامه‌ای که رئیس جمهور ترامپ آن را مغایر با امنیت ملی می‌خواند. ما می‌دانیم که سیاست رئیس جمهور خواهان ختم برنامه مهاجرت زنجیره‌ای است که این شخص از طریق آن به ایالات متحده رسید، و اگر این پالیسی در حال اجرا می بود، این مهاجم اجازه ورود به کشور را نمی‌داشت. مقامات میگویند آنها معتقدند که عقاید الله به تنهایی عمل کرده است. یک همسایه او که به کار قفلسازی اشتغال دارد میگوید: او یک همسایه آرام بود، ما هیچ مشکلی با او نداشتیم. او به مغازه سر میزد، به سوپرمارکت میرفت، مواد غذایی خریداری میکرد، بیرون و به پارک میرفت. من صرف فکر میکردم او یک پسر خجالتی است و هیچگاه با کسی صحبت نمیکرد. مظنون به خاطر عوارض سوختگی به شفاخانه منهتن منتقل شد. 3 تن از مجروحین از ناحیه سر و گوش صدمه دیدند. حمله دوشنبه دومین رویداد در رابطه با توریسم در نیویورک در کمتر از 2 ماه می باشد و این اولین کوشش انفجار بم در متروی نیویورک در 23 سال گذشته است.